دوستان عزیزم سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پورت آکادمی رضا نظر بگی هستم توی این ویدیو از سری مجموعه آموزشی صفر تا صد کورل میخوام نحوه کار کردن با محیط های کاری سفارشی رو بهتون آموزش بدم بریم سراغ ورک اسپیس که چطور تولیدشون کنیم اصلا چه کاربردی دارن چطور میتونیم مدیریتشون کنیم و در نهایت چطور از ورک خروجی بگیریم دوستان عزیز همین موارد رو بهتون آموزش خواهم داد ازتون درخواست میکنم تا انتهای ویدیو همراه من باشید خب در همین صفحه ولکام اسکرین ما تا الان با گت استارت داشتیم کار میکردیم در این بخش که دارید میبینید یه مورد پایین تر وجود داره به اسم ورک اسپیس من روش کلیک میکنم یک سری گزینه ها و یک سری ورک اسپیس های محیط های کاری به صورت پیش فرض خود نرم افزار کورل برای ما اینجا قرار داده که میتونیم انتخابشون کنیم من در توضیح میدم یه توضیح قبلش بهتون بدم که اصلا ورک یا محیط کاری چیه تمام این پنل هایی که دارید میبینید از داکرمون گرفته گزینای بخش داکر تول بار هایی که بالا هستن نوار ابزارمون در سمت چپ رنگ بندی حتی خود صفحه و کل نرم افزار و هر آن چه که در نرم افزار کورل دارین میبینین ورک اسپیس ما یا محیط کاری ما رو داره تشکیل میده حالا کمپانی اومده یک سری محیط های کاری متفاوت دیگه هم ایجاد کرده برای اینکه اگر با ابزارهای مختلف دارین کار میکنین یا یک موضوع خاصی رو دارین پیگیری میکنین در نرم افزار اون محیط کاری رو ازش استفاده کنین ابزارهای مد نظر خودتون جلو دستتون باشه خیلی راحت بتونین پیداشون کنین ازشون استفاده کنین و زمانتون رو کمتر بگیره برای مثال اگر من برم سراغ های بخش استاندارد روی لایت کلیک کنم مثلا تعداد ابزارهایی که در سمت چپ داریم کمتر میشه یه محیط کاری جمع و جورتر رو به ما تحویل میده اگر از قلم نوری و تبلت های طراحی دارین استفاده میکنید که به کامپیوترتون وصل شده محیط کار تاچ رو استفاده کنید یه حالت تاچ اسکرین به وجود میاد یعنی اون ابزارهایی که بیشتر مورد نیاز قلم نوری شما هستن در اختیارتون قرار میگیره یه همچین محیطی رو براتون به وجود میاره شما میتونید از اون ابزارهای تاچ استفاده کنید خیلی کارتون رو راحت تر میکنه برای استفاده از قلم نوری گزینه اسپشیالیتی هم این پایین هستش که مثلا اگر لستریشن رو انتخاب کنم ابزارهایی که مختص طراحی و نقاشی هستن رو در اختیارم میذاره یه محیط کاری که برای نقاشی کردن به وجود میاره البته که تمام این پنل هایی که کم و زیاد میکنن شما خودتون بازم میتونید جابجا کنید یه سری رو حذف کنید یه سری رو دوباره جایگزین کنید اصلا میتونیم بریم یه ورک جدید به وجود بیاریم که الان این کار رو خواهیم کرد و پنل های مد نظر خودمون رو معرفی کنیم یک موردی هم اینجا هست مثلا Adobe Illustrator ببخشید که میاد محیط کاری شما و ورک شما رو شبیه سازی میکنه طبق ظاهر نرم افزار Illustrator اول و آخر نرم افزار Illustrator در بخش نرم افزارهای برداری که طراحی های برداری انجام میدن در حال حاضر میشه گفت محبوب ترین نرم افزار دنیاست و کرل هم مجبور شده خودش رو سالهاست که تطبیق بده با آدوبی و با نرم افزار ایلستریتر به خاطر اینکه اکثر طراحان در جهان سعی میکنن از ایلستریتر استفاده کنن آموزش های تا صد و در کانال یوتیوب پورت آکادمی هستش من بهتون پیشنهاد میکنم در کنار یادگیری کورل که در ایران خیلی محبوبه ایلستریتر رو هم که ایلستریتر رو هم که در جهان محبوب و معروفه یاد بگیرید خیلی خوبه دوتاشون تقریبا یه کاربرد دارن ابزارشون با هم یه مقدار متفاوته ولی خب بهتر که هر نرم افزار رو با هم بلد باشید بریم سراغ بخش گید استارتد یک نیو داکیومنت بسازم فرقی هم نمیکنه مشخصاتش چی باشه میخوام در ارتباط با نحوه ساخت یک محیط کار کاملا اختصاصی باهاتون صحبت کنم قبلش این رو بهتون بگم در همین محیط دیفالتی هم که وجود داره و در الان داریم کار میکنیم اگر من یه رایت کلیک کنم مثلا گزینه زوم بار رو هم اضافه کنم تول زوم رو هم اضافه کنم به ابزارهام و به تول هام اگر برنامه رو ببندم دوباره باز کنم این قسمت در بخش دیفالت برای من همیشه باقی میمونه یعنی شما هر کدوم از این پنل ها رو در بخش های مختلف کم و زیاد کنید خود به خود سیو میشه در محیط کاریتون و در ورک اسپیستون و ورک ظاهرش تغییر خواهد کرد یه رایت کلیک داشته باشیم این زوم رو دوباره غیر فعالش کنم خب برای ایجاد یک ورک جدید بعد بریم سراغ منو گزینه تولز که اینجا دارین میبینیدش و بریم سراغ آپشنز در این قسمت آپشنز میایم سراغ ورک و اینجا یه ورک جدید به وجود بیاریم یه نکته رو بهتون بگم در نسخه های قدیمی تر نرم افزار مثلا نسخه 2018 یه گزینه اینجا هستش به اسم کاستماایزیشن که بعد روی اون کلیک کنید و وقتی وارد کاستماایزیشن شدین دقیقا همین محیط این قسمت رو بهتون نشون میده این گزینه ها رو در بخش کاستماایزیشن دارین که الان بهتون توضیح میدم اما مثلا اگر از نسخه 2022 دارین استفاده میکنید که من دارم استفاده میکنم میریم سراغ تولز گزینه آپشنز و ورک ها رو انتخاب میکنیم تا وارد همچین محیطی بشیم الان در نسخه 2022 یه سری آیکون اینجا میبینیم مثل گلوبال مثل گزینه تولز یا موارد دیگه که اینجا دارین مشخصا مشخصا دارید میبینیدشون کاستماایزیشن و موارد دیگه Uh, همه در این بخش سمت چپ قرار دارن و زیرگروه هاشون باز میشه دونه دونه بعد شما میانید سمت چپ بین گزینه های ورکسپیس که از بالا شروع میشه uh, ورکسپیس تون رو میتونید انتخاب کنیم محص کلیک کردن ورکسپیس تغییر خواهد کرد که اینجا یه سری تغییرات به وجود اومده در نسخه 2022 که الان من دارم استفاده میکنم uh, و میتونید یه گزینه نیو داره یه نیو ورکسپیس به وجود بیارید Uh, یا اینکه این, این های دیگر رو هم دارین دیلیت و اکسپورت و ایمپورت و موارد این چین رو دارید فقط دوپلیکیت رو ندارید در نسخه قدیمی تر در نسخه جدید یه مقدار میگم ظاهر کار تغییر کرده به جای اینکه uh, این ورک اسپیس ها و موارد دیگه مثلا تول uh, باکس و های دیگه این پایین باشن این موارد رو آورده این بالا قرار داده مثلا داکیومنت رو اینجا قرار داده گزینه کاستماایزیشن و گزینه های مختلف رو این بالا با قرار داده برامون که میتونیم در این بخش ازش استفاده کنیم یه سری گزینه هم رفتن جای دیگه در منو که دربارهشون بعدا صحبت خواهم کرد خب وقتی وارد این محیط شدیم در نسخه جدید باید گزینه دوپلیکیت رو انتخاب کنیم برای اینکه یه ورک جدید بسازیم میایم یکی یعنی از این گزینه‌ها رو اول انتخاب می‌کنیم یکی ای از این ورک اسپیس‌های خود نرم افزار انتخاب می‌کنیم مثلا من همین رو انتخاب میکنم بعد گزینه دوپلیکیت رو میزنم. و یک نام و توضیح براش مشخص میکنم این رو در نسخه های قدیمی هم داریم وقتی نیور کلیک میکنین نام یه نیم یه دیسکریپشن و یک گزینه به اسم از کارنت رو اینجا میبینید یه نام براش مشخص میکنم مثلا اسمش رو میذارم پویوت آکادمی و توضیحی هم نمی نیاز به توضیح ندارم شما اگر خواستین برای ورک اسپیس تو یه توضیح هم بنویسین گزینه ست از کارنت کاری که انجام میده اینه که به محض ایجاد کردنش وقتی دوپلیکیت رو اینجا میزنم این مورد رو که برای من میسازه خود به خود تبدیلش میکنه به ورک اسپیسی که الان داریم کار می‌کنیم اگر تیکش رو وردارم این گزینه دیفالت باقی میمونه اگر خواستیم بعدا ورک اسپیسمون رو به پویوت منتقل میکنیم خب من می‌ذارم تیکش بمونه که مستقیما منتقل بشیم به ورک اسپیس جدید پویوت آکادمی یه مقدار هم بهش زمان میدیم خب هیچ تغییری پشت به وجود نمیاد چون دقیقاً کپی گرفتیم از همین دیفالتی که وجود داشت دکمه اوکی رو میتونم بزنم و بیام به این محیط کاری که الان اینجا دارم حالا اگر هر تغییری اینجا ایجاد کنم در ورک اسپیس برای من باقی میمونه مثلا یه رایت کلیک میکنم گزینه زوم رو اینجا اضافه میکنم گزینه تکس رو هم اضافه میکنم میام لی اوت رو هم اضافه میکنم به صورت شناور اصلا میذاریم اینجا باقی بمونه میایم لرن رو هم میاریم اینجا قرار میدیم یا اصلا میتونیم لرن رو ببندیم این لرن رو کلا بستمش این دو تا گزینه دیگه اینجا باقی بمونه به با ابزارامو میتونیم یکی دو مورد اضافه کنیم روی این علاوه کلیک میکنم درباره ابزارم صحبت خواهم کرد که چه تغییری به وجود میاد مثلا این رو هم اضافه کنیم این سه رو حذف کنیم یه همچین حالتی خب ظاهر کار پروت آکادمی الان به این شکل قرار گرفت ورک سپیسش. اگر من بیام سراغ ویندو و برم سراغ ورک اسپیس هام در این بخش و گزینه مثلا پویوت رو منتقل کنم به دیفالت این گزینه که اینجا هستش روی دیفالت کلیک کنم منتقل شدیم به همون ورک اسپیس دیفالت اون کاری که انجام داده بودیم و تغییرات از بین رفت اگر بخوام دوباره میتونم برم ورک رو فراخانی کنم از طریق ویندو گزینه ورک اسپیس و بیام در بخش آدر پویوت اکادمی رو فراخانی کنم میتونم بیام سراغ این چرخ دنده ای که اینجا هستش در بخش آپشنز قرار میگیریم این موردی که اینجاست روش کلیک میکنم همون پنل ها رو برای من به وجود میاره به من, نم... به من نمایش میده اون موردایی که در بخش تولز در گزینه آپشنز وجود داشتن اینجا آیکونش قرار گرفته خیلی راحت میتونم روی آپشن کلیک کنم و این موارد رو انتخاب کنم حالا میریم سراغ ورک اسپیس گزینه دیفالت رو با پویوت اکادمی عوض میکنم و ست از کارنت رو الان من باید اینجا بزنم که برای من فعال بشه در نسخه های قدیمی تر به محض کلیک کردن هم فعال میشد ولی الان ست از کارنت رو میزنم بهش زمان میدم که پویت آکادمی رو جابجا جا کنم و جایگزین کنم و دکمه اوکی رو در نهایت اگر بزنم میتونم از این محیط کاری سفارشین استفاده کنم حالا دوباره بریم سراغ گزینه تولز گزینه آپشنز و ورک اسپیس هامون و اینجا میتونیم ورک اسپیس که به وجود آوردیم رو ازش دوپلیکیت بگیریم نه دقیقا نمونه همین رو به وجود بیاریم این برای زمانیه که یا بخوایم یک ورک جدید به وجود بیاریم یا اینکه یه کپی از ورک اسپیس داشته باشیم که اگر تغییراتی به وجود آوردیم و مد نظرمون نبود و خوب نبود برگردیم به همون ورک قبلیه یعنی یه دونه کپی ازش داریم میتونیم سویچ کنیم رو اون و خیلی راحت تنظیمات و تغییرات سفر رو دوباره داشته باشیم خب اگر دکمه دیلیت رو بزنم حذفش میکنم اگر گزینه اکسپورت رو بزنم میتونم ازش خروجی بگیرم اگر خروجی بگیرم از کارم وقتی مثلا نرم افزار رو بستم یا پاکش کردم حذفش کردم کل از رو سیستمم و دوباره نرم افزارو رو نصب کردم خیلی راحت میتونم بیام سراغ گزینه ایمپورت اون وقت بیام و این فایلی که ازش خروجی گرفتم روی یکی از درایو هام بیارم و با ایمپورت کردنش دوباره از اول تنظیمات رو انجام ندم خود به خود تنظیماتم برگرده برای این مثلا پایوتا کادمی که ازش خروجی گرفتم خب دکمه دیلیت رو بزنیم اینو حذفش کنیم از ما درخواست میکنه که مطمئنی اگر مطمئنی دیلیت کنم که همین کار رو انجام میدیم و همونطور که میبینید پروتو آکادمی حذف شد سویت شدیم روی یکی از ورک اسپیس های پیش فرضی که الان اینجا داریم و این رو هم بهتون بگم ورک اسپیس های دیفالت و پیش فرض خود نرم افزار رو نمیتونید پاک کنید این قابلیت براتون وجود نداره فقط اونو که میتونیم بسازین رو میتونید حذفشون کنید باز هم میگم در نسخه های قدیمی تر فقط جابجا جا شدن یک سری از ابزارها و کلیت ها و این دکمه که اینجا قرار دارن مثلا گزینه اکسپورت که اینجا هست گزینه ایمپورت هم فکر میکنم بالای بالا یا پایینش قرار گرفته در مثلا نسخه 2018 الان ایمپورته از این صفحه اومده این پایین قرار گرفته یه آقا جابجایی در همین حد و اندازه است یه نگاه بندازیم به ورک اسپیس یا ایلستر... ادوبی ایلاستریتور بریم سراغ و از کارنت رو هم بزنم که برای من اعمالش کنه سعیش رو میکنه شبیه به نرم افزار ادوبی استریتر بشه با این مورد دکمه اوکی رو بزنیم میدونید در نرم افزار ادوبی استریتر به صورت پیش رنگ تصویر تیره است اون کالر پالتمون یه همچین حالت و ظاهری داره همون استایل رو برای ما حفظ کرده ما بقیه آپشن ها رو سعی کرده اینجا برای ما قرار بده خب دقیقاً چون نمیتونه ظاهری استریتر ما به بیاره حداقل آپشن‌ها رو برای ما اینجا قرار داده و چون ابزارهای نرم افزار ایلستریتر دو ستون است این دو تا ستون کنار هم برای ما به وجود آورده و قرار داده و کلا ظاهر کار رو سعی کرده شبیه ایلستریتر برای ما به وجود بیاره که اگر با اون نرم افزار راحت هستیم اینجا هم یه جورایی احساس راحتی کنیم همون آپشن ها جلوی دستمون باشه یه توضیح هم بهتون بدم در ارتباط با نحوه خروجی گرفتن از ورک بریم سراغ ویندو ببخشید بریم سراغ تولز بریم سراغ options و گزینه ورک اسپیسز در این بخش باز هم تکرار میکنم اگر از نرم افزار کورل uh, در نسخه های قدیمی دارین استفاده میکنید اینجا در این بخش وقتی توز رو میزنید گزینه کاستماایزیشن هستش بر روی کاستماایزیشن کلیک کنید برین سراغ ورک اسپیس و اونجا گزینه های اکسپورت و ایمپورت اینجور موارد بخش ورک اسپیس ها وجود داره در این سمت چپ وجود داره بعدا دکمه رو اینجا جلو بهتون نشون میده خب من میخوام از ورک هم خروجی بگیرم اول بزنین دوپلیکیتش کنیم یه اسمم براش بذاریم همین موردی که الان هستش با همین رنگ و ظاهر و شکل و شمایل میخوایم ازش خروجی بگیریم اسمشو میذارم پویوت دو دسکریپشن نمیخواد ست از کارنت نمیخوایم داشته باشه بزنیم بذاریم داشته باشه دوپلیکیت رو میزنم بریم سراغ پویوت دو یه سری تغییرات هم بذاریم اینجا به وجود بیاریم مثلا این گزینه رو بیاریم اینجا قرار بدیم یه مقدار زمان بر این کاری که دارم انجام میدم به این شکلی که دارید میبینید نوار ابزارمون هم اینجا تغییراتی درش به وجود بیاریم یه سری از گذینه ها رو کم و زیاد کنیم هیچ مشکلی وجود نداره خب میبینید آپشن‌ها به چه شکلی قرار گرفتن چند تا منو هم اضافه میکنم مثلا تکست رو هم میارم اینجا قرار میدم در این بخش و چند تا مورد میخوام فقط اینجا قرار بگیریم تا ظاهر کارمون تغییر کنه خب خود به خود تمام این تغییراتی که به وجود میاریم همونطور که بهتون گفتم روی ورک اسپیسی که الان درش هستیم شک میگیره و سیو میشه حتی اگه برنامه رو ببندم باز کنم روی همین پویوت دوی که الان به وجود آوردیم تغییرات میمونه این کاملا متفاوته با ادوبی استریتر که الان داشتیم یعنی اون ورک اسپیس استریتر ما ازش دوپلیکیت گرفتیم دیگه با اون کاری نداریم این پویوت دو ای که الان داریم باهاش کار میکنیم خب ببینید من میرم سراغ تولز گزینه آپشنز و ورک اسپیس ها و الان میخوام از این کاری که دارم خروجی بگیرم همین پویت دور رو ازش خروجی بگیرم روش کلیک میکنم به محض کلیک کردن گزینه اکسپورت رو هم میزنم این قسمت اکسپورت رو که میزنیم یه سری سوال از ما میپرسه از اون میخواد بهش بگیم که از چه بخش های خروجی بگیره و اون ورک اسپیس ما کدوم قسمت هاش رو سیو کنه واسمون من میخوام تمام این مواردی که دارم تغییراتی که اعمال کردم همش سیو بشه روی ورک سپیسم. و ازش خروجی بگیرم مثلا میخوام کل اون تولباری که داشتم تمام شکل ظاهری که داره همه رو ازش خروجی بگیرم یعنی تمام این اتفاقاتی که افتاده رو اکسپورت کنیم میتونم یه سری موارد رو دستور بدم که اعمال نکن مثلا داکرز رو تغییر نده بر اساس همون موردی که هستش برای من نگهش داره خب من هم میخوام همه چی تغییر کنه بهتون پیشنهاد میکنم که بذارین همین موارد تیک داشته باشه دکمه اکسپورت رو میزنم حالا اینجا ازن میخواد که خروجی رو در یکی از فایل های کامپیوتر سیوش کنیم من در همین بخش میخوام خروجی بگیرم اینجا یه اسم براش مشخص میکنم ببینید این ستاره رو ورداریم یه اسم بذاریم به اسم مثلا پویوت دو و روی دکمه سیو کلیک میکنم الان اسمش رو اصلا تغییر بدیم اسمش رو بذاریم روی مثلا پویوت سه سیو و الان این مورد رو برای من سیوش کرد حالا برای ایمپورت کردن کاری میتونیم انجام بدیم بریم سراغ دیفالت و ست از کارنت رو بزنم که دیفالت رو برای من جایگزین کنه ببینیم چه اتفاقی افتاده وقتی ایمپورت کردم تفاوت و تغییرات رو ببینید میرم سراغ دکمه ایمپورت ایمپورت رو میزنم و این پویوت سی که داشتیم رو با زدن دکمه اوپن فراخانی میکنم حالا دوباره ازم میپرسه میخوای همه چی رو برگردونی میگم آره همه تغییراتم هم رو میخوام برگردونم تیک همه رو میزنم بیس آن دیفالت هم بذاریم بمونه برامون مهم نیست اینجا نیم رو تغییر میدم و اسمش رو مثلا میذارم پویوت 4 تا و دسکریپشن هم میتونم برش بذارم مشکلی وجود نداره به عنوان نو ورک اسپیس اینجا ایمپورتش میکنیم ببینیم چه اتفاقی میافته. یه مقدار بهش زمان بدیم خب همونطور که میبینید حتی رنگ بندیمون هم حفظ شد تمام تغییراتی که به وجود آورده بودیم در پویوت و اون ورک که داشتیم کار میکردیم ازش خروجی گرفتیم همه برگشت فوق العاده است برای شرایطی که شما با محیط کاریتون سالها کار کردین و حالا مثلا سیستمتون عوض کردین ویندوزتون رو دارین عوض میکنین نرم افزار رو میخواین پاک کنین نرمافزار افزار نسخه جدیدتر نصب کنین و میخواین ورک اسپیسی که قبلا باش کار میکردین راحت بودین رو دوباره استفاده کنین به جای اینکه بیان دونه دونه تمام این پنل ها رو دوباره درست کنین جایگاهشون رو یه خروجی ساده ازش میگیرین در نرم افزار جدیدی که نصب کردین ایمپورتش میکنین به همین راحتی دوباره میتونید از ورک اسپیستون استفاده کنید من تمام این موارد رو حذفشون کنم برگردیم به ورک اسپیس دیفالتمون دکمه اوکی رو هم میزنم و ست کارنت رو باید بزنم و با دکمه اوکی رو بزنم که با محیط کاری قبلیمون کار کنیم فقط ازتون درخواست میکنم این مواردی که هستش رو حتما تمرین کنید دوستان عزیز تمام گزینهایی که بهتون گفتم رو خودتون تست کنید مطمئنا اگر تمرین کنید در ذهنتون باقی میمونه در انتهای ویدیو مثل همیشه ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال پویتا کادمی سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین باز هم همراه شما خواهم بود متشکرم موفق باشید